درود گرم من به یکایک شما عزیزان و سپاس فراوان از کانون فرهنگی ایرانیان اتلانتا. من امروز راجع به پروژه که بحثی که داریم راجع به جنبش مبارزه با خشونت برای صلح پروژه ما هست و بحث امروز ما هست خشونت در امریکا و چگونه میتوان خشونت با صلح جا به جا کنیم. در واقع پیش از اینکه صحبتم رو شروع کنم میخواستم از شما خواهش کنم که یک کلیپ خیلی کوتاه یک دقیقه‌ای هست PSA که در یکی از رادیوهای کالیفرنیا KIRN به طور مرتب برای سالهاست پخش میشه براتون پخش کنیم و بعد از اونم یک ویدیوی کوتاه و بعد از اون من صحبتم رو ادامه میدم. پیامی از سوی دکتر فریده کیومهر دادستان برنده جایزه صلح سال 2008 انجمن بهداشت عمومی امریکا، بنیانگذار مرکز بین المللی بهداشت و طب پیشگیری و مؤسس پروژه جنبش مبارزه با خشونت و ترویج صلح. خشونت یک بیماری اجتماعی شایع و مرگ‌آفرین است. اگر امروز از آن پیشگیری نکنیم، فردا جامعه را به نابودی خواهد کشید. بیایید فرزندانمان را بیگانه با خشونت و آشنا با مهر پرورش دهیم. کودکانی که در محیطی پر از عشق و محبت زندگی می کنند در زندگی آیندهشان خوشبختر و موفقتر خواهند بود. به فرزندانتان ابزار سازندگی هدیه بدهید، نه ابزار ویرانگری و مرگ. تفنگ می کشد، حتی نوع تقلبی آن. تفنگ برای کشتن ساخته شده و اسباب بازی برای بازی کردن. ادغام این دو با هم مرگ‌آور است. رویای او این است که یک روز همه ما در یک جهان پر از صلح و آرامش زندگی کنیم. امروز در سه بخش من صحبتامو با شما میخوام در میون بذارم. اول تاریخچه مختصری از فرهنگ امریکا و خشونت در امریکا به خصوص مسئله اسلحه. دوم آمارهای رو در مورد خشونت در امریکا بعد در مقایسه با سایر کشورها براتون توضیح میدم و بالاخره در بخش سوم راجع به بزرگترین پروژه ما که اسمش هست جنبش مبارزه با خشونت برای صلح و چطور میتوان خشونت رو فرهنگ خشونت رو با خشونت با فرهنگ صلح جابجا کنیم. Next. Hello, I would like to nominate a non-profit organization named IHERC, which stands for International Health and Epidemiology Research Center. I have known this organization for almost past 10 years and follow up their activities during these years. I believe if we have more charities and organizations like this, we will have a better world in the near future. In the next few shots, you will see why I nominate this organization. Next, please. ببینید
پایه‌گذاری و تاریخچه امریکا به وجود اومده از زمان ایجادش که خیلی هم طولانی نیست، کمتر از 250 سال هست، بر روی جنگ و خشونت بوده. به طوری که از ابتدا مسئله جنگ با نیتیو امریکن یا بومیان امریکایی بوده سرخپوستان، که این بر طبق آمارهایی که وجود داره حتی شاید بیشتر از 1500 بار اینا جنگ داشتن با هم، و بعد هم که بومیان امریکایی به رزرویشن ها فرستاده شدن و هنوز هم در یک موقعیت زیاد خوبی نیستن، و بعد این باعث شده که فرهنگ کابویی یا کابوی منتالیتی در این مردم ایجاد بشه. و همونطور که همه شما ها مطمئنم خبر دارین و دیدین، حتی فیلم هاش هنوز هم وجود داره، ولی در قدیم این فیلم ها همش جنگ بین امریکاییان و سفیدپوستان و بومیان امریکایی بوده، و بنابراین این فرهنگ کابویی در وجودشون ایجاد شده. بعد از اون در امریکا شاهد سیویل وار بودیم. این جنگ ها که سالهای درازی طول کشیده و کشته های بسیار زیادی، میلیون ها کشته داده، وجود داشته در امریکا. و بعد از اون مسئله اسلیوری و بردهداری هست که کسانی که در حال حاضر در امریکا زندگی میکنن هنوز این مسائل بردهداری و مثلا این تبعیضات نژادی به خصوص در مورد سیاه‌پوستا و قهوه‌پوستا و سایر گروه ها رو به راحتی میبینیم. و بالاخره مسئله کانستیتوشن امریکا است که این کانستیتوشن، من بیشتر میخوام که راجع به سکند امندمنتشون صحبت کنم، که یکی از بدترین قوانینی که میشه سکند امندمنتشون به کجا رسید. به خاطر این مسائلی که براتون توضیح دادم، فرهنگ خشونت و خصوص فرهنگ اسلحه در امریکا پا گرفته، و عشق و علاقه ای که امریکایی‌ها به اسلحه دارن خیلی خیلی زیاده، و من بهشون میگم مثل یک لاو افر، یک رابطه عاشقانه است. نکست پلیز. این سکند امندمنت که خیلی ها شنیدن، در واقع تمام موقع میس انترپرت میشه. یعنی واقعا اون حقیقتی که توی سکند امندمنت میگن که برای آزادی حمل و داشتن اسلحه، واقعا به اون صورت وجود نداره. چون هر کسی بیاد این سکند امندمنت رو بخونه، بیشتر از 27 لغت هم نیست، در واقع به اون میگه که well regulated militia، که این well regulated militia ممکنه برای زمان خودش خوب بوده، ولی برای الان اصلا کار نمیکنه و کسی واقعا ملیشیایی در واقع وجود نداره. و ما واقعا به این اینجوری نگاه میکنیم که وقتی سکند امندمنت میشه که آزادی داشتن و به کار بردن اسلحه آزاد هست، پس میشه آزادی زندگی کردن بقیه ماها چی میشه در مقابل آزادی حمل اسلحه. نکست پلیز. من قبل از اینکه فراموش بکنم در مورد اون اسلاید قبلی بهتون بگم، انقدر علاقه مردم در امریکا به اسلحه زیاد هست. یک مثال کوتاه براتون بگم که یک آقایی برای پسر 5 ساله خودش یک اسلحه میخره که به عنوان my first rifle، و این پسر کوچیک در سال بعد تولد خواهرش که میشه خواهر 3 سالش، با این اسلحه که پدرش بهش هدیه داده، و خواهر خودش رو مورد اصابت گلوله قرار میده و شلیک میکنه و میکشه. و این بدتر از همه اینه که این آقا در روز بعد میاد در تلویزیون و خیلی راحت، با وجودی که بچهش از دست داده و حالا چه بلایی سر اون پسر 5 ساله‌ای که باعث مرگ خواهرش خودش شده و تا آخر عمر حتما تحت فشارهای روحی و روانی قرار میگیره بگذاریم، این آقا اومدن و گفتن که من اصلا مشکلی با اسلحه ندارم و این تقصیر اسلحه نبوده، این یک تصادف بوده. نکست پلیز. ببینید در امریکا سال به سال تعداد کسانی که به وسیله اسلحه کشته میشن بیشتر میشه. متاسفانه سال گذشته که دوران کووید هم بود، ما تعداد کسانی که به وسیله اسلحه جونشون رو از دست دادن خیلی بیشتر شد. یعنی در واقع در عرض 20 سال گذشته بالاترین رقم مرگ و میر به وسیله اسلحه در امریکا بود، که تعداد کسانی که کشته شدن 43,000 نفر، 43,558 نفر بودن، که تعداد
تعدادی از اونها هاموساید یا قتل‌ها هست و 24,000 بوده اون هست مربوط به سویساید، یعنی آدم‌ها با خودشون به قتل رسیدن، خودکشی کردن. و این مسائل رو وقتی در نظر بگیریم بخصوص در مورد بچه‌های کوچیک، می‌بینیم که بچه‌ها و تینیجرها حتی تعداد زیادی حدود 5,134 نفر در 2020، اینا فقط در 2020 هست، جون خودشون رو از دست دادن. و در 2020 به خاطر اینکه خیلی از افراد در خونه زندگی میکردن و در بیرون کار نمیکردن، اجازه نداشتن، استی ات هوم داشتیم، متاسفانه دو سه خشونت با اسلحه بدتر شدن. یکی دومستیک وایلنس بود در خشونت های خانوادگی، به خاطر اینکه وقتی که زن و شوهری که با هم سازگار هم نبودن در خونه با هم زندگی میکردن و اسلحه هم در خونه موجود بود، تعداد این قتل‌ها خیلی بیشتر شد متاسفانه. و همینطور مسئله مس شوتینگ که بعداً بهش در اسلاید بعدی رجوع میکنیم. و چیزی دیگه هم خواستم فراموش نکنم این که تعداد اسلحه‌هایی که در سال 2020 به فروش رفتن خیلی بیشتر از سال‌های قبل بود. متاسفانه قراره که در 2021 هم تعداد اسلحه‌هایی که خریداری میشه و تا به حال بیشتر بوده. Next please. ببینید مهم اینه که ما بدونیم که خشونت با اسلحه یک مسئله سیاسی و مسئله کریمینال جاستیس سیستم و مسئله قضایی نیست، کما اینکه سالهای سال اونو جزء وظایف کریمینال جاستیس سیستم میدونستن. ولی از وقتی که ما این پروژه رو در 1994 شروع کردیم گفتیم که واقعا یک مسئله پابلیک هسته و به همین آمارهای کوتاهی که تا به حال به شما دادیم دقت کنیم میبینیم چرا این مسئله پابلیک هسته، چون هدف ما پیشگیری از مرگومی و مجروح شدن مردم هست. و لازمه که بدونیم که از سال 2000 تا به حال در امریکا ما بیش از 500,000 که بخوام رقم درستش رو بگم، بیش از 600,000 نفر جون خودشون رو به وسیله اسلحه در امریکا از دست دادن، که این در مقابل جنگ هایی که امریکا تا به حال داشته، این تعداد قربانیان امریکایی که مرد، زن و بچه های بیگناه کشته شدن. به عنوان مثال براتون بگم در جنگ ویتنام که خیلی هم بدنام بود و تمام دنیا ازش خبر دارن و حدود 8 سال طول کشید، فقط 58,000 سرباز کشته شدن. باز من وقتی میگم 58,000 نه که اون کم هست، ولی 58,000 سرباز کشته شدن در عرض 8 سال. ولی وقتی ما در یک سال، سال گذشته، بیش از 43,000 نفر کشته بشن، یعنی سالی هر یک سال و نیم برابر جنگ ویتنام میشه. یا در عراق ما در 7 سال اول جنگ عراق 4,400 نفر سرباز باز جون خودشون از دست دادن. و شما نگاه کنین که در امریکا یا چجوری جون خودشون از دست میدن. Next please. Next. در اسکول شوتینگ ها من فکر کنم بله ماس شوتینگ ها رو میس کردیم. ماس شوتینگ که داشتم در سلاید سوم بهتون میگفتم اینه که تعداد کسانی ماس شوتینگ ها بسیار زیاد هست. 615 ماس شوتینگ فقط در 2020 داشتیم که 521 نفر مرگ بوده، 2515 نفر مجروح شدن و جمعاً 3061 ویکتم داشتیم، قربانی داشتیم. چون یادتون باشه که وقتی که ما یک نفر فقط میمیره، فقط یک نفر نیست، چون ما فقط استاتستیک و آمار نگاه نمی کنیم. چون آمار میگه 521 نفر، یا میگیم 500,000 نفر انسان بیگناه جونشون رو در امریکا از دست دادن، ولی هر یک نفری که ما حرفشو میزنیم پدر داره، مادر، فرزند، برادر، خواهر، و به هر حال هر یک نفری که جونش از دست میده، عده خیلی بیشتری واقعا تحت تاثیر قرار میگیرن و زندگیشون رو به یه نحوی از دست میدن. و در ضمن ما روزی بیش از 110 نفر که کشته میشن، بیشتر از 120,000 نفر در واقع مجروح میشن، که این مجروحین هم باید بهشون توجه خاص کرد، برای اینکه بیشتر اوقات در موقعی که کسی مورد اصابت
گلوله قرار میگیره، اگر نمیره حتما جراحات بسیار بد و تا آخر عمرشون باقی میمونه براشون، ممکنه فلج بشن تا آخر عمر، کور بشن، دست و پاشون کار نکنه و به هر حال از زندگی باز میمونن. Next please. ما اومدیم مقایسه میکنیم بین هاموساید، اینجا هاموساید گفتیم قتل هاست، کسی به دست کسی دیگه به قتل درسه، و این هاموسایدی که در اینجا شما میبینین از بالا که نگاه کنین که رقمی به شما میده در سال 2019، ما به طور اوریج 4.12 تعداد در هر 100 هزار نفر هست، یعنی در هر 100 هزار نفر در امریکا 4.12 نفر با به طریق قتل و هوموساید جونشون از دست دادن، که این در استیت های مختلف مختلفه. همونطور که از بالا اگه نگاه کنین بهتون نشون میده که چه استیت های بیشتر مرگ و میر درشون بوده، یعنی از 17% در 100 هزار داشتیم تا کمتر از 2-3%. اینجا بد نیست بدونین که اون قسمت وسط که امریکا رو نشون میده و قسمت مثلا که نهمین استیت بالا متاسفانه استیت جورجیاست که شما در اون زندگی میکنید، که تعداد خیلی بیشتر از بسیاری از یعنی از نظر رتبهش خیلی بدتر از بسیاری از استیت های دیگه است. و قسمت کالیفرنیا قسمت پایین تر هست، یه مقدار که باز عوض 4 خورده که گفتیم 7 خورده هست، و در بعضی از استیت های دیگه مثلا بهترین استیت ها نیویورک هستن در سال 2019، البته استیت نیویورک هستن، نیوجرسی هستن و ماساچوست، ولی در استیت های مثل آلاباما، مثل میسیسیپی، آلاسکا، اینا بدترین تعداد مرگ و میر رو با اسلحه دارن و همطور ریت مرگ و میر. Next please. در اینجا به شما نشون میدیم که باز مربوط به هاموسایده که چند نفر در جون خودشونو در امریکا از دست میدن، منتها اینجا در مقایسه با کشورهای دیگه منتها های اینکام کانتریز هست، که شما نگاه کنین که امریکا که اولین هست، بزرگترین هست که گفتیم قبلا بهتون 4.12، وقتی بیاین ببینین تعدادی کسانی که کشته شدن در کشورهای دیگه، مثلا سومیش میشه کانادا، امریکا به تنهایی 8 برابر اتفاقاتی که در کانادا میفته اتفاق میفته. اگه به قسمت آخر نگاه کنین که مثلا کره جنوبی و ژاپن اینا هست، اصلا تعدادش خیلی خیلی کمتر از اون تعداد هست، به طوری که امریکا در واقع بر حسب اون کشورها 100 برابر بیشتر از کره شمالی هست و جنوبی هست، و بیش از 200 برابر ریتش بیشتر از کشور ژاپن هست. Next please. اینو من مخصوصا برای شما امروز گذاشتم چون اون عددا یه خود تعدادش هم چسبیده بود و فکر کردم شاید کمتر متوجه بشین. این مال 2011 است. این تعداد کسانی که به قتل رسیدن، من راجع به سویساید صحبت نمی کنیم، تعداد کسانی که به قتل رسیدن 2011، همینطوری که میبینید نروژ فقط 5 تا بوده، سویدن 18 تا بوده، یونایتد کینگدم 38 تا بوده و همطور استرالیا در 8-40. و بعد نگاه کنین به تعدادی که در امریکا به قتل رسیدن که حدود 11207 نفر. من حالا اینا رفتم آمارای جدیدترم پیدا کردم برای 2019، همونطور که الان خدمتتون گفتم، مثلا در 2019 این تعداد برای امریکا از 11207 نفر رسیده به 19404 نفر. شما فکر کنین این تغییر چقدر سعودی و چقدر وحشتناک است، در حالی که همین آمار در مورد نروژ شده 2 نفر در سال 2019، فقط 2 نفر کشته شدن، که اون 2 نفر هم زیاد است، ولی در مقایسه با امریکا یا در سویدن که یکم بیشتر شده بود 48 نفر، یا در یونایتد کینگدم حتی کمتر شده بود. بنابراین این آمار خواستم فقط بهتون بگم که آدمو شوکه میکنه، بعدم نیست که ما شوکه بشیم که ببینیم که وضع امریکا در مقایسه با کشورها دیگه چطوری و چه کارهایی میتونیم بکنیم که بهترش کنیم. Next please. اینجا نشون میده تعداد اسکول شوتینگ هایی که مدرسه محل یاد گرفتن و محل جایی هست واسه بچه ها که مدرسه برن و چیز یاد بگیرن، ولی فکر کنین در سال 2003 به بعد تا 2018 آخری آمارا
این تعداد حتی بیشتر شده و از 256 هم رد شدن. Next please. اینجا یه صحبت شو قبلا کردیم که به هر حال یک مسئله سیاسی نیست، یک مسئله قضایی نیست، بلکه یک مسئله پابلیک هلس هست که راجب این توضیح دادیم در قبلا. بعد اینجا گان اونرشیپ که اینم خیلی خیلی تکان دهنده است. ببینین که فرق بین امریکا با کشورهای دیگه که آمارهای مختلفی البته هست، ولی این بهترین آماری که وجود داره که بیسش در سوئد هست و تعداد آرم اسمال آرم رو اندازه میگیره و آماراشو میده. اینجا در امریکا 300 و اینجا نشون نمیدیم چون بیشتر از این شده، 393 میلیون گان در دست مردم هست. این 393 میلیون، چون ما میدونیم جمعیت امریکا حدود 330 میلیون هست، به هر نفر یعنی برای هر 100 نفر ما بیشتر از 120 اسلحه داریم. یعنی هر یک نفر میتونه 12 تا اسلحه داشته باشه در امریکا، در حالی که ما در کشورهایی که پیشرفته هستن و حتی مثل کانادا که تعداد زیادی هم اسلحه دارن، باز ببینیم که تعدادشون چقدر کمتر هست. اصلا قابل مقایسه نیست. به ژاپن که میرسیم اصلا واقعا قابل گفتن نیست. در هر صورت مشکل ما مشکل فراوانی اسلحه و دسترس بودن اون برای مردم هست. Next please. حالا این اپیدمیولوژی چی هست و چطور چه رولی رو در گان وایلنس پیشگیری گان وایلنس میکنه؟ بعد از اینجا خدمتون بگم اپیدمیولوژی که رشته تحصیلی خود من در دانشگاه میشیگانم هست و تز دکترای من در مورد آنفلانزا بود که یک بیماری عفونی هست، اصلا ربطی هم به گان وایلنس نداشت. بعد نیست بدونیم که این بیماری ها رو سه دسته تقسیم میکنن: بیماری های حاد، بیماری های مزمن و بیماری های سوشال. و ما الان بعد از این فکر میکنیم اولا خشونت یک بیماری اون رو مطرح کردیم و اون بیماری هم سوشال اپیدمیک دیزیز که بدتر از همه این اپیدمی بیماری های دیگه است. و همه این بیماری ها ما راه مبارزشون از راه پیشگیریه، یعنی خود اپیدمیولوژی یعنی علم شناخت بیماری های شایع و این که چجوری راه حل های پیدا کنیم که با اونها مبارزه کنیم. Next please. همجوری باز خدمتون گفتم بیماری ما میگه خشونت یک بیماری است و تنها راه مبارزه با اون هم از طریق پیشگیری و پیشگیری از طریق آموزش و روشنگری و بالا بردن سطح آگاهی مردم، بالا بردن مردم و به خصوص از کودکان، از سن طفولیت. هر چقدر سن کوچکتر باشه میتونیم ما این پیشگیری رو زودتر از طریق آموزش یاد بدیم. Next please. ببینید ما اعتقاد داریم در امریکا به خصوص همه ماها نسبت به این مسئله خشونت دیسنسیتایز شدیم، یعنی بهش قبح مسئله برامون ریخته و اصلا حساسیتمون ازش از بین رفته و بهش فکر نمی کنیم. از بس که در هر جایی که هستیم، همه ما در هر کجایی که هستیم می بینیم که سیف نیستیم در امریکا، چه در خونه، چه در مدرسه، چه در مغازه ها، چه در خیابون، چه در معابر عمومی، چه در جاهایی که بعد ملت میرن واسه کنسرت، واسه یک درینک بخورن یا رستوران برن، گروسری شاپ. چون شما هر جا رو بگین، دانشگاه ها، کالج ها، حتی در کودکستان ها و حتی در نرسری هایی که پیر خانم ها و آقای پیر نگه میدارن، اول ایج نگه میدارن، در اونجا هم ما واقعا مسئول نیستیم. در این گراف یعنی چیزی بهتون نشون میدیم که اولا یکیش گلامورایز شده اسلحه، یعنی وقتی ما راجع به اسلحه در فیلم ها می گنجونیم، مخصوصا وقتی این فیلم ها در مورد توجه بچه ها و نوجوانان قرار می گیره، ما می بینیم که از اسلحه به صورت یه چیزی بد متاسفانه یاد نمی کنن، به عنوان یه چیزی مظهر قدرت، مسئله ثروت به دست آوردن و غیره است. و بنابراین متاسفانه ما خیلی در فیلم هامون این مسئله گانو می‌ذاریم.
و امیدوارم یه روزی بشه که به گان وایلنس و مخصوصا اسلحه رو در فیلم هایی که جی و جی پی و فیلم هایی هست که برای نوجوانان و بچه ها ایجاد می کنن اصلا حتی وجود نداشته باشه. بعد می بریم اویلیبیلیتیشو که براتون توضیح دادم که چقدر زیاد هست در امریکا و علاوه بر اویلیبل بودنشون دسترس بود در دسترس بودن مخصوصا اونا که در خونه هاشون اسلحه نگه می داشتن بچه ها بهشون دسترسی راحت دارن. بعد وار در این دنیا که می بینیم مرتب جنگ هست و می بینیم که اخبار و نیوزی که ما در فیلم هایی که در تلویزیون میبینیم، معمولا تلویزیون شما خبرهای خیلی خوب رو نمیبینین، همیشه خبرهای بد، همیشه جنگ ها هست و بچه ها هم مرتب مشغول نگاه کردن به این فیلم ها هستن. راجع به این که وایلنس اراوند راست گفتم که در هر جا که برین وجود داره. بعد راجع به چیلدرن پروگرامینگ و کارتون، ببینین هر فیلمی که ما و کارتونی که برای بچه ها میذاریم، خیلی از پدر مادرها اینکلود خودم میذاشتم بچه ها نگاه بکنن، میگفتم اینا فیلم های خوبی هن و مخصوص بچه ها هن. ولی به عنوان مثال براتون بگم بعضی از فیلم ها که واسه بچه ها فقط ساخته شده از غذا، مثل هوم الان، اونا که بدونن چی بود، این یک سارقی میره توی خونه و بعد از اون بالا میفته پایین و بچه ها از بالا روی سر این سنگ میندازن و یعنی آجر، برای این آجر که بخوره سر این دوز بیهوش افتاده و این حرفا. و بچه ها حتی نه تنها این فیلمی که به نظر خیلی هم خشن هست میبینن، حتی با قهقه میخندن و خنده‌دار واسه شون، بعد دوزده باز پا میشه و را میفته. یعنی بچه ها چون فرق بین حقیقت و چیزهایی که غیر حقیقیه نمیدونن، بنابراین اونو باور میکنن که یه اسلحه یا یه آجر میتونه یه نفر بندازه ولی باز پا میشه و را میفته. یا در مورد کارتون ها یک مثال خیلی ساده، همین کارتون های بود که تام اند جری که گربه دنبال موش میدوه، موش بدبخت هم میزنه با سرش، انقدر با یه چیزی روی سرش میزنه که این موش بیچاره روی زمین پخش میشه، اصلا له میشه، ولی دوباره پا میشه و میدوه، بچه هم قشنش میخندن. و من نمیدونم چرا باعثی که همچین برنامه های اسم برنامه های بچه ها باشه. که من در اینجا یه دفعه یادم افتاد که راجع به این مثلا گفتم که من بیادم برای بچه هامون، این تو ایران خودمون هم داستانایی داریم که خاله سوسکه آقا موشه، که آقا یه مقدار ما داریم واقعا درس مرد سالاری میدیم و اینکه خانم که اون سوسکه بود بایستی که از هر شوهری که میکنه کتک بخوره، که حتما شما این داستانو خوب بلدین، راجبش دیگه نمیگم ولی بهش فکر کنیم و دیگه هیچ وقت برای بچه‌هاتون تعریف نکنیم. و بعد برمیگردیم که به قسمت آخر تو این قسمت children plaything. Children plaything مثل تویگان هست که بعدا براتون مفصل توضیح میدم، و یکی هم هست ویدیو گیم های خشن. ببینیم ویدیو گیم ها از سال 1972 اولین بار بود که اصلا به بازار اومد و اولش هم خشن و بد نبود، ویدیو های برای بچه ها جالب بود که نگاه کنن. کم کم این گروه های اناره و به خصوص کارخانجات اسلحه سازی خیلی خوش شدن از این برنامه که برای بچه ها درست شده بود و شروع کردن با اینها در تماس بودن و خواستن اینی که تفنگ و اسلحه رو در این ویدیو گیم ها به کار ببرن. و از سالهای 90 خیلی دیگه بد شده بود که همه به سر صداشون در اومد، چون دو بار هم خشونت هایی که با اسلحه در مدارس انجام شد به وسیله خود بچه ها متوجه شده بودن که اینا با دیدن این ویدیو گیم های خشن، یعنی اون کسایی که این دست به این کار زده بودن، مرتب به این ویدیو گیم ها بازی میکردن و برای همین دیگه شروع کردن با اینا مبارزه کردن. ولی چند تا آمار براتون بگم اینجا که جالبه که بدونیم اصولا اثراتی که میذاره چه ویدیو گیم چه هر چیزی که خشونت باره برای مخصوصا روی بچه ها. چند تا مثال براتون بیارم. یکیش هست که میگن subliminal message، که این یک مسیج بسیار کوچک 30 ثانیه‌ای هست که وقتی در هر جا بذاریم، شما اگر نگاه کنیم تو اون فیلم که این مسیج رو گذاشتن، با چشم مرئی با چشم عادی نمیتونیم ببینیم ولی مغز اینو میگیره. و اومدن دو تا مدرسه رو انتخاب کردن که از هر نظر بچه ها هم سن و از نظر سنی، از نظر وضع اقتصادی و اجتماعی و اینا تقریبا مثل هم بودن، و این بچه ها رو بردن به دو تا سینمای مختلف و یکی از این فیلم ها در این سینما که براشون فیلم گذاشته بودن، اون سابلمینال مسیج کوچیک رو گذاشته بودن و در اون یکی نذاشته بودن. و این سابلمینال مسیج کوچیک گذاشته بودن این بودش که یک دامی مثل یک عروسک گذاشته بودن که با پا یک کسی بهش میزد.
بعد بچه‌ها که از مدرسه میان بیرون دو تا دامی هم دوباره جلوی هر دو مدرسه میذارن و اینو متوجه میشن بچه‌هایی که از اون فیلمی که توش مسیج گذاشته شده بود میان بیرون چند تاشون نه همشون چند تاشون میان با همون حالت و با همون حرکت با پاشون محکم میزنن به اون دامی در حالی که بچه‌هایی که اون فیلمو ندیده بودن یعنی اون مسیج در فیلمشون نبود میان بیرون و راحت بدون اینکه هیچ حرکت اضافی بکنن از پیش اون دامی رد میشن یا مثال دیگه‌ای هست که در American Journal of Pediatrics به چاپ رسید بود 2008 و اومده بودن بررسی با ویدیو گیم ها برای دو گروه مختلف دانش آموزانی در ژاپن و دانش آموزانی در امریکا میذارن و بعد اینها رو هم دنبال میکنن میبینن که کسانی که با ویدیو گیم های خشن بازی کردن در هر دو کشور در دانشجوهای دانش آموزان هر دو کشور اخلاقشون و رفتارشون منفی تر میشه حرکات به خصوص فیزیکال اگریسیو میشن و خلاصه متفاوت نیستن که بگیم ما مثلا بچهای امریکایی زودتر یاد میگیرن یا کمتر همشون در واقع تحت تاثیر این ویدیو گیم ها خشن تر میشن و دیده شده که کسایی که ابزرور بودن یعنی خودشون بازی نمی کردن پلیر نبودن فرق می کردن از نظر مقدار خشونتشون با اونا که عملا پلی می کردن و اونا که ابزرو بودن کمتر خشن می شدن یک آمار دیگه خدمتتون بدم راجع به یک آمار خیلی جالبی هم اونم هست در 2018 انجام شد و اون اومدن بچه های سه مدرسه رو سه قسمت کردن و یک گروهشون رو بهشون ویدیو گیم هایی دادن که بچه ها فقط ویدیو گیم های خیلی عادی و معمولی نگاه میکردن به یکیشون یک گروهشون توش سورد شمشیر گذاشتن و یک گروه سوم رو توشون اسلحه گذاشتن و البته هر کدوم از این بچه های سه گروه هم به دو گروه تقسیم کردن یه ده پلیر بودن یه ده ابزرور بودن و بعد از مدتی که اینا با اینا بازی میکنن میان بیرون میذارنشون توی اتاقی که تو این اتاق یک کشویی بوده تو این کشوی میز دو سه تا اسلحه میذارن که البته این اکتیویت شده بودن و فشنگ توش نبود و این حرفا بچه ها رو میذارن اون تو که بیان ببینن بچه ها چی کار میکنن و از اون پشت که شیشهی بوده برای بچه ها نمیدیدن همه رو نگاه میکنن متوجه میشن اون بچه هایی که ویدیو گیم های عادی دست زدن و بازی میکردن اصلا به این اسلحه ها نگاه نکردن دیدن ولی هیچ کارش نکردن اونا که با سورد و شمشیر کار کردن یه خود نگاه کردن ولی واقعا دست اونطوری بزنن نبوده ولی بچه هایی که با اسلحه یعنی توی ویدیو گیمشون اسلحه وجود داشته و اونایی که هر چقدر بیشتر اون ویدیو گیم رو بازی کردن بیشتر به این اسلحه دست زدن و حتی گرفتن نگاش کردن اون مرمر کردن ماشه رو کشیدن و واقعا اینا نمیدونم بهتر از این آمار چی میخوایم داشته باشیم و اینجا من میخوام همین خواهش کنم از کسایی که این برنامه رو میبینن با بچه هاشون، با بچه ها نوه هاشون، با هر که صحبت میکنن، خواهش میکنم به هیچ وجه اینا رو براشون نخرن. Next please. حالا آخرش فقط میگیم که ما همه desensitize شدیم. حالا باید که خودمون رو sensitize کنیم. دوباره خودمون رو، brainمون رو، مغزمون رو rewire کنیم و درست کنیم. Next please. ما میگیم که ببینین وقتی که راجب تویگان گفتم بعدم براتون صحبت میکنم. حالا راجب تویگان صحبت بکنیم. ببینیم ما برای بچه هامون تویگان میخریم اسلحه اسباب بازی میخریم و اجازه میدیم بازی کنن من نمیدونم واقعا وقتی این کار میکنیم مقصودمون از این کار چیه جز این که ما با این بس با این کاری که ما میکنیم تشویق میکنیم بچه ها رو به کارهای خشن میگیم دوست تو برادر تو برو بکش بعدش هم تو برنده میشی ما چی میخوایم به بچه ها بگیم این همه اسباب بازی های خوب هست چرا اینا رو باید بخریم و خودم تشویق شدم ببینم اصلا تویگان توی دیکشنری نگاه کردم وبستر و غیره دیدم خب گان معنیش اینه instrument used to kill برای کشتن توی چیه دیدم یه چیزی واسه بچه ها بازی کنن بعد من تویگان گوشم پیشم و یه question mark آیا ما چطوری میتونیم تویگان رو مطرح کنیم معنی کنیم یک وسائلی برای کشتن که برای بچه ها که باش فان داشته باشن و بازی کنن does it make sense اصلا به نظر من sense نمی کرد مرسی next please حالا ما برای که به پروژه اصلیمون بپردازیم بعد نیست که ما بگیم که به این فکت ها توجه بکنیم یکی این که وایلنس و خشونت یک بیهیویر یاد گیر یعنی ما یاد میگیریم یک بچه به دنیا نمیاد که
با یه اسلحه دستش یا با خشن بیاد یا دعوا کنه، ممکنه بچه گریه کنه به خاطر گوش نشه، ولی بچه خشن نیست. این ماییم که در خونه، در اجتماع، در مدرسه این خشونت رو به بچه‌ها یاد بدیم. بچه‌ها صاف و پاک هستن. بنابراین ما میگیم این بیهیور حرکات و رفتاری که یاد میگیرن بچه‌ها فقط از طریق یادگیری و از طریق ماها هست که یاد میگیرن و از طریق ادالت. و میخوام بگم که یادتون باشه اصلا هم اسباب بازی نیست. Next please. ما اینجا داریم میگیم که هدف اصلی این جنبش مبارزه با خشونت برای سر چی بوده؟ این بوده که ما این کالچری که الان به صورت خشونت و خشن بار اومده میخوایم تبدیلش بکنیم به یک فرهنگ سرجویانه. و هدف این کاری که ما همیشه داشتیم اینکه از جلوگیری کنیم از کسانی که دست به اسلحه اسباب بازی زدن و به وسیله اسلحه اسباب بازی بعدن براتون توضیح میدم جونشون رو به خطر انداختن، اون رو عوض کنیم. یعنی ما هدف اصلیمون در واقع تاثیرگذاری روی اون چیزهایی که بچه ها دارن یاد میگیرن، یعنی تاثیرگذاری روی اون بچه ها در حال یادگیری هستن و همه چی هر چی که یادشون میدیم یاد میگیرن و ما میخوایم اونو واقعا عوض بکنیم، اون خشونت پرهیزی رو درشون به کار ببریم و از شکل‌گیری خشونت پذیری درشون بیاریم بیرون. Next please. و همچنین که آقای گاندی میگن و من خیلی بهشون اعتقاد دارم، میگه ما اگه بخوایم واقعا یک پیسی رو در دنیا به وجود بیاریم بایستی که از بچه ها شروع بکنیم و در ضمن خودمون بایستی اون چنجی باشیم که به کسی میگیم که انجام خودمون باید پیسفول بشیم اول. Next please. ما پرپس اصلیمون، هدف اصلیمون اینه که یک جهانی پر از صلح و صفا و هلسی، چون یک جهانی که هلسی نباشه، خشونت داشته باشه، در واقع سالم هم نیست. بنابراین ما میخوایم یک جهانی برای نسل آینده ایجاد بکنیم که تو میدونیم که بچه‌هامون رهبران آینده این جهان هستن و باید با اونا رو کار کنیم بیشتر از هر چی. Next please. حالا ما این پروژه که راجبش صحبت کردیم که در واقع اصلی ترین پروژه ما هست، ما هدفی که داریم بایستی که از طریق بهش بگیم holistic approach، یعنی approach کنیم بچه ها رو و جهان رو و مردم رو از طرق مختلف. از یک طریق ما نمیتونیم که مثلا فرض کنیم اگر ما بریم به مدارس فقط به بچه ها یاد بدیم از خشونت دور بشن، از اسلحه از بازی دور بشن، هر چیزی مثل این، بچه ها وقت میرن خونه و وقت میرن در محیط مدرسه هیچ یا میرن تو اجتماع کسی نمیدونه اون چیزهایی که بچه ها یاد گرفتن، بنابراین ول میشن در یک محیط بدون اینکه اطلاع دیگه وجود داشته باشه. برای همین ما پرزنتیشن که اولین کارمون هست و ورکشاپ هایی که داریم، اول میریم به مدارس با معلمین، با پدر مادرها و خود بچه ها، منتها با هر کدوم به زبون خودشون با بچه ها مثل پدر مادرها صحبت نمی کنیم. مقدار زیادی نوشته های به زبون های مختلف داریم، به انگلیسی، به اسپانیش، به آرمنیان، به حتی کوریان، که ما این مدارک رو با خودمون میبریم و روی میز میذاریم. بچه ها پدر مادرها بهشون ایژوکیشن ها داده میشه، علاوه بر صحبت هایی که باشون میکنیم بهشون پتیشن میدیم که امضا کنن و بعد از اینکه بچه ها و مادر پدر ها هم یاد گرفتن، قرار میذاریم یک روزی برای اونا به عنوان روز صلح پیستی میذاریم و این پیستی ها روز صلح در خود مدرسه انجام نمیشه. ما میریم در معمولا پارک ها و یه جاهایی که دور از مدرسه باشه، چون نمیخوام به بچه ها یک چی میگن مسیج مختلف بدیم. از طرفی بگیم تفنگ اسباب بازی نیارین، چون بهشون میخوام بگیم تفنگای اسباب بازیشون رو خودشون بیارن به ما تحویل بدن. نمیخوام بگیم بیارین مدرسه، از یه طرفتون جایزه میدیم، از یه طرفم بگیم که نباید بیارین مدرسه. به هر صورت اون رو در آخر پروژمون صحبت میکنیم راجع به روزهای صلح. یکی از دیگه کارامون که فقط مختصرم من میگم بعد میریم روی عکسامون، ما با پلیسی میکرها، قانون گذاران و کسانی که
پالیسی ها رو می نویسن صحبت می کنیم، اونا رو تحت تاثیر قرار می دیم و به برنامه های ما میان و میگیم که بعضی از پالیسی ها رو که مهم هستن قانون رو عوض کنیم. حالا بعدا همین رو توضیح می دیم. influencing toy manufacturer که ما کسایی که توی درست میکنن، اسباب بازی میسازن، با اونا در تماس نامه‌ای و حتی حضوری هستیم و بهشون میگیم که چرا این اسلحه های اسباب بازی اصلا میسازیم، این چه فایده‌ای داره خلاصه. و بعد به استورها، مغازه‌ها میریم. این استورهایی که دوربر خونه خودمونم زیاد بودن، گروسری شاپ ها، نمیدونم شماها در گروسری شاپ هاتون دیدین که یک روی بزرگ پر از اسلحه اسباب بازی هست، حداقل در شهر ما بود و سالها اینو داشتن و ما میرفتیم با اینا صحبت میکردیم، با منیجراشون میگفتیم شما اگر که این اسلحه اسباب بازی رو، چیزای خشن رو واسه بچه‌ها برندارید، ما از شما دیگه خرید نمی‌کنیم. و این خیلی خیلی کار مؤثری بود و خیلی هاشون برداشتن، اصلا من دیگه واقعا نمیبینم. اگر شما هم همچین کسایی رو میبینید، خواهش میکنم این صحبت رو باشون بکنیم. پتیشن هست که گفتم میریم که پدر مادر امضا کنن. پی اس ای همون پابلیک سرویس اناونسمنت بود که اول برنامه براتون گذاشتیم که سالها داره پخش میشه و مردم آگاه میکنه. میدیا کاورج که ما در سالهای درازی که این برنامه رو داشتیم در روزنامه‌های مختلف، در تلویزیون‌های مختلف، چه امریکایی، چه فارسی، ایرانی، چه آرمنیان، شما اگر لطف کنین و وقت کنین برین به ihrc.org که اورگانایزیشن وبسایت ما هست نگاه کنین، ببینین که صدها اینترویو و صحبت شده، صدها مجله و روزنامه ازش در اومده و اینا، هر کدوم اینا هم ما هدف اون، چون آموزش و بالا بردن سطح آگاهی مردم هست، اینها هم خیلی کمک میکنن چون میلیون ها نفر اون میدیا رو میبینن یا میخونن. بعد آرت اگزیبیشن هست که ما بعد از این که گفتم تو مدارس صحبت کردیم، بعد روز صلح که بچه ها میان اسلحه هاشون رو با میل و رغبت خودشون به ما تحویل میدن و از ما حالا راجبان صحبت میکنیم، مقدار زیادی اسلحه اسباب بازی از بچه ها جمع کردیم که بعد اونا رو ما در جاهای مختلف به نمایش میذاریم و اونم چند تا عکس رو بهتون نشون میدیم. و یکی دیگه از چیزهایی که نگفتم، بیلبورد هایی هست که ما در سالهای دراز، در این 25 سالی که ما این کارا رو میکنیم، روی هوا گذاشتیم، مثلا در لس آنجلس و اطرافش، و حالا همه اونا رو خواهیم دید. نکست پلیز. این بیلبوردی که صحبتش میکردم، یکیش همینه هستش که ما در یک سال، در 2001 و 2000، ما در حدود 10 تا بیلبورد به این طریق در نکست پلیز روی هوا میذاشتیم و فقط روی این گفته میگه توی گان کیل. مخصوصا این کارو میکردیم چون خیلی توجه برانگیز بود و اتفاقا خیلی هم توجهشون برانگیخته شد و ما زنگ میزدن زیرش، هم فقط وبسایتمون بود، برابری هر کسی میخواست ببینه که ما راجع به این مسئله چی میخوایم بگیم به وبسایتمون مراجعه میکرد. البته بعضیام که طرفدار گان بودن به ما زنگ میزدن، خیلی هم تهدیدمون کردن، ولی اوائل میترسیدیم چون بچه هم کوچیک بودن، ولی بعد از اینکه دیگه گذشت و فهمیدیم که لابد کارمون، به قول بعضی از دوستان همکار میگفتن، یعنی نشون میده که کارتون داره به نتیجه میرسه و متوجه شدن. نکست پلیز. راجع به پالیسی میکر صحبتون میکردیم که شما اینجا نگاه کنین که در قسمت بالا دست چپ آقای گارستی، اریک گارستی که شهردار لس آنجلس هستن، میدونین ما شهرمون خیلی بزرگه، 20 میلیون جمعیت داره کالیفرنیا، 40 میلیون و شهر ما 20 میلیون جمعیت هست در کل، و به هر حال و چند تا از کسانی که اونجا میبینین اینکلودینگ خودم، اینا کسایی هستیم که یکی دو تا از این پالیسی ها رو که رد کردیم، به عنوان اینکه خبرگزاری اومده بودن و صحبت میکردیم که این قوانین رو پس کردیم. و اونشون آقای گارستی که نفر بعدی هستن، پایین هستش که یکی از میر سابق بربنک هستن، یکی دیگه این آقا هستن که باز از اسمای همه یادم نیست. نکست پلیز. باز اینجا آقای آدم شیف در قسمت بالا میان که توی راهپیمایی که ما شرکت کرده بودیم اومدن و این کار هنری ما که همیشه بچه ها دست میگیرن و ما به اسلحه نمیگیم، با ما همکاری کردن و عکس گرفتیم. و آقای خانم گفی گفورد که همه بیشتر میشناسین و ایشون که میدونین بهشون یه تیراندازی شد و متاسفانه به مغزشون و خیلی صدمه زیادی دیدن و الان حتی راحت صحبت نمی کنن و ایشون هم خیلی فعال هستن در مسائل اریزونا البته، و خیلی فعال هستن و با من در
حرکت و ایشون قسمت پایین سناتور دیگه هستن، سناتور دلیون، و ایشون هم کارهای ما همیشه همکاری میکنن و این آقا هم یک از این کرکوریان. لطفا نکست. این هم یکی از اون برنامه هایی که ما در حال اون پیسته هامون که هست، آقای که در عکس میبینین میر سابق لس آنجلس هستن، آقای جیمز هان، که نه تنها واقعا به ما گواهی نامه های خوب دادن همی حرفا، علاوه بر اون هم در برنامه های ما اقلا چند تاشو شخصاً شرکت کردن و خیلی باعث تشویق گروه های مختلف مدارس اینها شدش. و قسمت بالا اسلاید دوم بالا، دو نفری که نشستن، یکی آقای سناتور پولانکو هستن و یک آقای دیگه دیرکتر هاوسینگ اتوریتی آف سیتی آف ال ای هستن، که اینا الان سه تا چهار سال با ما همکاری کردن و بیلبورد ها رو به کمک اینا گذاشتیم. و همجور که میبینیم بچه ها میان به ما اسلحه های اسباب بازیشون رو میدن در روزهای صلح، بعد میذارن روی تابلوی بزرگی و که خود اون تابلو نوشته سه نوتو، و در زم ما بهشون اینجا حالا چون تیشرت ها رو نشون میدیم میتونم بگم بهشون گواهی نامه میدیم و تیشرت ها، که هرچی ما به بچه ها میدیم دقیقا آموزنده هستن. تیشرت هاشون میگه سه نوتو تویگان ان توی وپن، یعنی به اسلحه های اسباب بازی نبگویید. و سرتیفیکت هاشون حالا توی اسلاید بعدی ممکنه ببینیم، میتونین برین نکست پلیز. این دفعه اناره، حالا بعدا این توضیح میدم. اناره برای ما متاسفانه دردسر بزرگی ایجاد میکنه برای کسانی که طرفدار پریونشن، گان وایلنس پریونشن هستن و کارشون و هدفشون همش این بوده، چون این گروه متاسفانه به خاطر قدرت زیاد قدرتمندترین و ثروتمندترین گروه ها هستن و همینجوری که میبینین 550 میلیون دلار در 2016 خرج کردن برای اینکه کسانی رو انتخاب بکنن که به مجلس و سنا راه پیدا کنن که طرفدار اسلحه باشن و طرفدار اناره باشن و بتونن هدفاشون رو next please انجام بدن. ما این پالیسی هایی که تا به حال انجام دادیم و اقلا خیلی هاشون هستن ولی مهم هستن، اینجا چند تاشو ذکر میکنم. تویگان رو ما تونستیم بند کنیم، ممنوع کنیم در کالیفرنیا و در نیویورک. نیویورک من خودم زندگی نمی کنم، در کالیفرنیا زندگی می کنم، ولی اینها از من خواهش کردن که حتی برای یه روز من 24 ساعته پرواز کردم با هزینه خودم از اینجا به نیویورک و رفتیم در جلوی سیتی هال، جلوی سیتی کانسل ممبرها صحبت کردیم راجع به همین آمارهایی که داریم به شما میگیم و راجع به تویگان به خصوص، و باعث شد که اونام این تویگان هم بند کردن برای اون زمانی که خیلی خیلی سالها پیش. بک‌گراند چک رو که خیلی ها شما شنیدین و واقعا نمیدونم، و ما هدفمون از این گفتن پالیسی و اناره مخالفتی روی اکشنشون این هست که تا ما یک کاری میکنیم که راستی براجع به همون تویگان بهتون بگم، وقتی ما در نیویورک این کارو میکردیم بلافاصله اناره و طرفدارهای اونا در همون زمانی که ما این کارا رو میکردیم یه مقداری تفنگ اسباب بازی که واقعا شبیه حقیقی هم اومدن پخش کردن، برای که قبل از این مسئله به قانون برسه و بند بشه به ملت حتی شروع کردن به بچه ها اسلحه اسباب بازی مجانی دادن. بک‌گراند چکمون دو گفتم، شما میدونین که بیشتر از شما حتما هم جزء گروه هستین که مخالف نیستین که بک‌گراند چک بشه، چون ما میگیم هر کی میخواد اسلحه داشته باشه فقط ببینیم که آیا کریمینال بک‌گراند داره یا نداره، آدم قاتلی هست یا نیست. من نمیدونم چرا باید مخالفت بکنن که بک‌گراند چک فدرال هم هر دفعه میذاریم میخوان عوض کنن. اسال بپن بن خیلی چیز جالبیه، میدونی اسال بپن همون مسلسل یا چی میگن اسلحه های جنگی هستن که مخصوص اگرم باشه تو جنگ باید مصرف بشه، که حتی من با اونم موافق نیستم که آدما رو واقعا له تیکه تیکه کنن. این اسال بپن بن از اون داستان هایی است که ما 1994 که شروع کردیم، آقای کلینتون پرزیدنت شده بودن، اسال بپن و این همین مسلسل های بن کردن از 1994 تا 2004 بن شد. و به محض اینکه آقای بوش اومدن سر کار،
اینو آنبند کردن، دوباره ما از سال بعد آزاد شد. و البته تو کالیفرنیا ما خیلی قبل از 1994 بند شده بود، فقط تو کالیفرنیا، و مثل 1989 بود، 1989. بعد حالا یه آقایی که فدرال جاج هستن، همین اخیراً در همین ماه گذشته اومدن حتی با دوباره با این چی میگن اساس بتن بنی که ما داریم در کالیفرنیا مخالفت کردن و گفتن نه این قانون نیست و باید عوض بشه و از بنی بیاد بیرون. حالا من نمیدونم این به چه درد بخوره که در دست مردم باشه. و از همه مهمتر اینه که ایشون اسال بپن و این مسلسلا رو مقایسه کردن با میگن سوئیس آرمی نایف، با این توپ چی میگن سوئیس آرمی نایف، یعنی کارت هایی که خیلی تو جیبشون ممکنه، گفتن این مثل اونه. یکی از کارهای دیگه که ما کردیم، خیلی هم روش خوشحالم واسه اون، هرچند دوباره مثل که آن بنش کردن، های کپاسیتی مگزین، یعنی این که ما تفنگ های پرفشنگ که حدود 100 تا فشنگ درشون هست و ما میگفتیم که بند کردیم چیزهای در کالیفرنیا، در الی فقط، که مگزین های تفنگ هایی که بیشتر از 10 تا فشنگ میتونن بگیرن حق نداشته باشن مردم داشته باشن. و خوشبختانه اون همون عکسی بتونشون دادن با آقای میر. چال تریگر لاکه که از اون چیزهایی که واقعا خیلی اذیتم میکنه، که اناره مخالفت میکرد و میکنه با چال تریگر لاک، لاک برای تفنگا نذارن. شما فکر کنین ما میگیم لاک داشته باشه، قفل داشته باشه که بچه نتونه برداره راحت خودشو بکشه، ولی اونا مخالفت میکنن. گوسکان یکی از چیزهایی که اگر شما تا حالا نشیدین بهش میگن گوسکان، برای اینکه فیزیکلی نمیتونیم بریم بخریم، ولی از طریق اینترنت متاسفانه همه آدما که بتونن راحت به اینترنت دسترسی داشته باشن، یکم با کامپیوتر وارد باشن، میتونن پارت های مختلف از جاهای مختلف بخرن و خودشون گان هایی درست کنن که اینها هم آدم میکشه و بارها تا حالا در کریمینال ها برداشتن، چون نمیتونن برن راحت از بعضی جاها بخرن، مصرف کردن و ادیه کشتن. و یکی دیگه مسئله سیف استوریج آف گان ات هوم هست، که ما وقتی حالا کسایی که به دلیلی میخوان گان داشته باشن و گان و اسلحه دارن، حداقل سعی کنن اونا رو به صورت یه جوری باشه در یک قفسه ای که قفل داره و خود اسلحه قفل داره و فشنگاشو در بیارن، حداقل به صورت استوریج محکمی باشه که بچه ها نتونن دسترسی داشته باشن. این هم ما خوشبختانه در لس آنجلس در کالیفرنیا درست کردیم، که نمیدونم حالا دوباره آن بنش کردن یا نه. من این قسمت زیرشو یک ریسرچی بوده که خودمون کردیم، یعنی سازمان ما کرده و اسمش هم گذاشتیم Infant Toddler Preschoolers in the Line of Fire. و این ریسرچی که انجام دادیم برای بچه هایی که زیر 6 سال، یعنی از زیرو از به دنیا اومده تا 6 سال، که در اثر اسلحه یا کشته شده بودن یا انجر شده بودن، زخمی شده بودن، و یا به هر دلیلی استفاده شده بود واسه این بچه ها، اینا رو ما در از سال 2013-2015 استفاده کردیم، یعنی به کار یوز کردیم آماراشون رو و دیدیم که در این 3 سال، البته اینو در 2016 در American Public Association من پریزنتم کردم در APHA annual meetingشون، و این آمار به ما نشون داد که بیشتر از 379 بچه زیر 6 سال، یادتون باشه ما میگیم زیر 6 سال، دست به اسلحه بردن که تو خونه هاشون، اغلب در خونه بودن، چند تا اینا در ماشین اتفاق افتاده بود و خودشونو با اسلحه کشته بودن، یا برادر خواهرشون یا حتی مادرشون و پدرشون یا یک کسی دیگر رو. و در بعضی از این آمارها که قبلا میگفتن بچه‌ها تا سن 3-4 سالگی نمیتونن ماشه رو بکشن، ولی اونایی که اسلحه دارن به این توجه کنن، که من تو این آمارهایی که ما پیدا کردیم حتی بچه 2 ساله و 3 ساله، نه یکی، چند تاشون بود که با کشیدن ماشه به خودشون یک کسی دیگه کشته بودن. متاسفانه در بچه‌های خیلی کوچیک‌تر و همه‌شون که کنجکاوی زیاد دارن، اینا رو اسلحه رو میگیرن به این صورت رو به روی خودشون میگیرن، یعنی لوله تفنگ به طرف صورتشون هست. و دو تا بچه شده که با کمال ناراحتی باید بگم که اینا خودشونو
وقتی نگاهش هم میکنن به مغزشون این اتفاق افتاده که حالا از این بگذاریم. نکست. این راجع به میدیا که میگفتم فقط یکیشو اینجا گذاشتیم که LA Times بود چون خیلی مورد توجه قرار گرفت، به خاطر اون خیلی شناخته شدیم. این تمام یک صفحه کامل LA Times راجع به این پروژه نوشته شد در 1996، یعنی 2 سال بعد از اینکه ما این پروژه رو ایجاد کردیم. و اون عکس هم که میبینیم یکی از این تابلوهایی هست که بچه ها میان و با میل رغبت خودشون رو این اسلحه‌هاشون میچسبونن و به ما میدن. Next please. ما خب توی چون شنیدیم تو پی اس ای دیگه لازم نیست بگیم گن آر فور کیلینگ، توی آر فور پلینگ، و کامبینیشن این دوتا ددلیه. حالا چرا اینو در پی اس ای گفتیم؟ نکست پلیز. این باز میبینیم که بچه ها در عمل دارن میبینیشون. این در ال ای یو اس سی بود، دانشگاه دبیرستان، ببخشید پری اسکول و اسکولای الیمنتری. من اصلا وقتی کارم شروع کردم با بچه های بعد دبیرستان شروع کردیم، بعد دیدیم که واقعا اونا خیلی خوب نمیگیرن حرفای ما رو، رفتیم به میدل اسکول و بالاخره به الیمنتری اسکول و بالاخره رسیدیم به حتی پری اسکول. اینجا در منطقه بسیار فقیر نشین لس آنجلس هست به اسم واتس ایریا، و اینجا واتس آرت سنتر بود که اینا بچه اومدن تفنگاشون چسبوندن و عکس یادگاری گرفتن. نکست پلیز. تو این برنامه که باز میبینید آقای جیمز هان عکس تیشرت ها رو اینجا بیشتر میبینید. بد نیست بگم که قبلا یادم رفت بگم که اون آقایی که گفتیم پاسینگ اتوریتی، معمولا توی این ایونت های ما 1000 تا ممکنه بچه، بیشتر از 1000 تا بچه به وسیله باسینگ باس میکردن میبردن از نقاط فقیرنشین به اون منطقه ما، که شما فکر کنید وقتی این بچه ها همشون تیشرت میدادیم و وقتی راه می رفتن این واکینگ بیل بورد بود که خودش هم خیلی خیلی اثر داره. یا فکر کنید همه این بچه ها وقتی تیشرتشون می کشن میرن هر جایی، همه هم سوال برانگیزه که این تیشرت چی میگه و مجبورن توضیح بدن. و سرتیفیکیت ها هم که به بچه ها میدیم و همشون گفتیم میذارن تو اتاقاشون و اونم باعث میشه که مقدار آموزش بده و اونم میگه I gave my toy gun away so I saved life. Next please. اینجا باز همونی که از پیست جاس میبینی که بچه ها با اون آرمی که به تفنگ نبگوید عکس گرفتن. نکست پلیز. اینجا اصرار ما این بود که این سلاید گفته بشه که متاسفانه اون آقای پولانکو، سنار پولانکو و گروهی که شروع کردن با اینا کار کردن بعد از 3-4 سال ما باشون کار نکردیم، چون مثلا میرفتم اون بالا میگفتن ما داریم اکسچنج میکنیم تویگانه، در حالی که ما معتقدیم اکسچنج چیزی به بچه ها یاد نمیگه. شما اگه بهش از بچه تفنگش بهش بگیری یا خرس بهش بدین بعد بگونه خب اینو گرفته ولی یاد نگرفته. ما میخواستیم که به بچه ها مخصوصا هیچ هدیه ندیم مگه اینکه تیشرت که توش آموزنده است و این و همطور گواهی نامه که باز آموزنده است، نه اینکه یه چیزی بدیم. و خیلی از این کارخانه ها و به خصوص مغازه های اسباب بازی فروشی از ما خواستن که به ما هدیه هایی بدن که ما قبول نمی کردیم چون میخواستیم بهشون چیز یاد بدیم. نکست پلیز. فکشیت با تویگان خیلی مختصر بهتون بگم، میریم البته دو تا چیز جالبی ببینید، ولی ما بارها شده که کسانی که اسلحه تفنگ اسباب بازی دستشون بوده باز رجوع کنیم به وبسایت ما، میبینین فکشیت با تویگان که خیلی از اسامی هست که بچه ها به خاطر داشتن اسلحه 2 دلاری و 3 دلاری چه میدونم پلاستیکی پلیس آفیسر تشخیص نداده که این اسلحهش واقعی یا واقعی نیست و بچه رو مورد اصابت و بلوغ قرار داده. یکیشون هم از اونها، حالا داستانش براتون میگم، ببینین به چه دلیل این حرفو میزنیم. میگیم توی گان کیل که گفتم چون میخوام وقتتونم زیاد نگیرم شاید یه فقط توضیح بدم، میتونین برین به وبسایت ما و این ساعت میگن صفحه ها از این اتفاقا براتون توضیح میده. میخواستم ازتون خواهش کنم به این برنامه، به این اسلاید نگاه کنین برای چند دقیقه، چند ثانیه یا دقیقه، و بگیم به نظر شما کدوم اینا اسلحه واقعی هستن و کدومشون اسلحه دروغی یا تویگان. وقتی خوب نگاه کردی اسلاید بعدی رو نگاه کنین
ببینین یادتون باشه کدوم انتخاب کردین. اگر شما نوان شماره 4 رو انتخاب کردین درست فکر کردین، ولی فکر کنم بیشتر آدما این انتخاب نمیتونن بکنن. حالا دوباره نگاه کنین ببینین که این تفنگ شماره 4 فرقی هست بین اون با بقیه تفنگ ها که بتونین تشخیص بدین. Next. بعد از اینکه ما این برنامه ها رو شروع کردیم، این انارو و گروه های اسلحه می ساختن، اسلحه سازی شروع کردن به اسلحه های متاسفانه رنگی درست کردن که تو اینجا شما چند نمونه شو می بینین که آبی، سبز، صورتی خوش رنگ که برای بعد دخترها درست کرده بودن، لابد آبی واسه پسرها. و بعد این خیلی جنجال برانگیز شد و ما شروع کردیم باشون خیلی بحث و گفتگو که بابا ما داریم سعی می کنیم حتی تفنگایی که شما دارین که تفنگای اسباب بازی رو سعی می‌کنیم که اصلا شبیه باقی نباشه، سرش رنگ اورنج می‌ذاشتن اصلا وجود نداشته باشه، و شما رفتین یه چیزایی درست می‌کنین که شبیه اسباب بازی و بچه به طرف این جلب میشه اصلا. و واقعا فکرش رو بکنین که فکر این کارخانه‌های سازنده اسلحه چیه. Next please. حالا میگیم پدر مادر چطوری میتونن کمک کنن. همه حرفا رو تقریبا زدیم، فقط مختصرا یکی این که از خطرات اسلحه با بچه‌هاتون صحبت کنید. براشون هیچ وقت تفنگ اسباب بازی، وسایلی که آموزش خشونت میده مثل ویدیو گیم های خشن و هر چیزی که بد هست، چه در میوزیک ها، در میوزیک هم خیلی هستش که بچه‌هاشون دارن موزیک گوش میکنن ولی تو اون موزیک میگن که وقتی مثلا پلیسی میبینین به سرش شوت کنین، اونها هم خطرناک هستن. یعنی باید پدر مادرها بسیار مواظب باشن وقتی بچه هاشون دارن بازی میکنن. از نظر اونها فقط بازیه، ولی ممکنه این بازی ها بسیار چیزهای خشن و خطرناک به بچه ها یاد بدن. برای این مواظب بچه ها و کارهایی که میکنن باشین. اگر که بچه تون، اولا من که باشم بیشم بچه هم نمیزن بره خونه همسایه، ولی اگر که لازم هست برین، مخصوصا که استیت هایی که شرقی هستن که خیلی اصلا هم بیشتر هست، اصلا خجالت نکشین، بچه هاتون خیلی مهمتر از اینه که یکی از ازتون برنجه. حتما حتما ازشون سوال کنیم که آیا شما اسلحه در خونه دارین یا نه، اگه اسلحه دارین آیا قفل و بس داره یا اینکه آزاده و همین چیزا. و بازم اگر میگن اسلحه دارن، من اگه جای شما باشم اجازه نمیدم بچه هامون برن اونجا. و از همه بیشتر به بچه هامون عشق بدیم، محبت بدیم. حتی بچه هایی که در خانواده هایی که مشکلاتی که دارن، دعواهای خانوادگی وجود داره، همیشه بچه هایی هستن که در زندگی بزرگترشون خودشون بولینگ میکنن، خودشون ابیوزر میشن. کسی که ابیوز میشه معمولا ابیوزر میشه. بنابراین این هم خیلی مهم بهشون عشق، غیر از عشق که میدین و یاد بدین دوست داشتن. Next please. دوست داشتن همدیگر رو. اینجا رو گفتیم دیگه، به بچه هاتون یه چیزهایی بدین که بهشون چیزهای زندگی یاد بده، نه چیزهایی که مرگ و مثل تفنگ اسباب بازی. Next please. یکی از مهمترین چیزهایی که به بچه همون باید بگیم که love differences. من همیشه میگم که اگر که دنیا همه یه شکل بودن، مثل یک زمانی که چین همه یک شکل بودن، یک لباس بودن، یک نوع مدل مود لباس سر میزدن، چقدر زندگی بورین میشه. اگه ما هممون یه شکل بودیم تو دنیا، اگه هیچ تفاوتی نداشتیم، اگر تفاوت عقیدتی نداشتیم، اگه تفاوت رنگی نداشتیم. بنابراین این باید به بچه‌هامون بگیم که نه اینکه فقط تالوریت کنن، تحمل کنن این تغییرات و تفاوت ها رو، بلکه با عشق امبریسش کنن، واقعا لذت ببرن از اینها و بچه‌ها رو تشویق کنن که از تفاوت ها نه تنها دوری نکنن، نزدیک بشن. Next please. این فقط برای این گذاشته بودیم برای شما که نه تنها این کار ما که الان صحبتشو میکنیم که راجب تفنگ اسباب بازی و تفنگ و خشونت با اسلحه بود، ما با هر نوع خشونتی مخالف هستیم و با خشونت مسئله نوکلیر وپن که اینجا فقط برای این عکس گذاشتیم که این آقا دیرکتور یکی از این بانیان این آیکن هستن، International Campaign to Abolish Nuclear Weapon، باعث شدش که ما ارگانیزیشن ما یکی از گروه، یکی از ارگانیزیش های این آیکن هستن، نوبل پیس پرایز هم برنده شدیم. فکرم باعث خوشحالی بشه و نکس فکر کنم چیزی نداشته باشیم. به هر حال با این هدفی که ما داریم، من فکر میکنم که اگر ما بریم دنبال
این کارها و هممون با هم همبستگی انجام بدیم و این کارو در صد وسیع انجام بدیم و ما تفنگ نخریم بکنم اونام درست نمیکنن. با سپاس از همه شما من فکر کنم فقط یک ویدیو هست که با هم بگیم.